جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزلند از استقامت جامعه مسلمان کشورش در پی صدور حکم محکومیت یک سفید پوست برتری طلب در قتل پنجاه و یک نمازگزار در دو مسجد ستایش کرد. قدرت جامعه مسلمان ما طی روزهای گذشته با سخنانشان در دادگاه نشان داده شد. شما وقایع وحشتناک روز 15 مارس را دوباره زنده کردید تا آنچه را که در آن روز اتفاق افتاد و دردهایی که از آن به جامان دست را شهر دهید. هیچ چیز درد به جامانده را از بین نخواهد برد اما امیدوارم که در طول روند دادرسی آغوش باز نیوزلند را در اطراف خود احساس کرده باشید و امیدوارم که در تمام روزهای بعدی این احساس را ادامه دهید آسیب های روحی به جای مانده از 15 همه مارس به آسانی التیام نمییابد اما امروز امیدوارم اینجا آخرین جایی باشد که ما دلیلی برای شنیدن یا نیازی برای بکار بردن پسوند تروریستی در هیچ اقدامی در کشورمان را داشته باشیم او سزاوار از عمرش را در سکوت کامل و مطلق سپری کند حملات مرگبار ماه مارس 2019 که نمازگزاران در دو مسجد نور و لینوود در نیوزلند را هدف گرفته بود جهان را شوکه کرد اقدام این فرد منجر به تغییر قانون فروش اسلحه نیمه خودکار در نیوزلند شد. قاضی دادگاه برنتون هریسون تارنت حکم 29 سال حبس صادر کرد که شدیدترین حکم در تاریخ این کشور است. طی چهار روز جلسه دادگاه تصمیم گیری در مورد نوع حکم برای این فرد 90 بازمانده و بستگان کشته شدگان روایت خود را از روز حادثه بیان کردند. اشکان سلطانی صدای آمریکا